تا برگشتیم دوستای عزیز، بازم صبحتون بخیر. ادامه برنامه صبح زن است و امیدواریم ما را بیننده بوده باشید، بیننده برنامه صبح زن بوده باشید. و سپاس از شما دوستایی که ما را از طریق دریچه فیسبوک تلویزیون زن تماشا میکنین با تر لایف مستقیم، و شما کسایی هستین که با ما قوت قلب میبخشین، انرژی مثبت میبخشید. همراهی شما را تا پایان برنامه خواهان هستیم. مهماندار است و مهمان خیلی خوب و همچنان در کنارم. از پیش از اینکه با مهمانم صحبت خود آغاز کنم، خوب است بریم گزارش را کم کار آمادی نشر ساختار تماشا کنیم. تو برا برمیگردیم. ورکشاپ آموزشی دو روزه تحت عنوان راپور نویسی از سوی انجمن زنان ژورنالیست افغان در ولایت بغلان برگزار شد. برنامه دو روزه آموزشی تحت عنوان گزارش نویسی یا راپور نویسی می باشه. این برنامه بر از طرف دفتر محترم آقا خان به همکاری ریاست اتحاد فرهنگ و انجمن زنان ژورنالیست در بغلان را اندازی شد. در این ورکشاپ آموزشی 20 تن از بانوان خبرنگار از رسانه‌های صوتی، تصویری و نوشتاری آموزش‌های اطلاع رسانی را فرا گرفتند. زیاتر خزینا خبریالان تقریبا 60 تن راغون شوی او ترڅنګ موږ دلته د دې په اړه باندې راغون شوی چې د خزینا خبریالان ستونزې څه دي، څنګه کولای شو دغه ستونزې حل کړو، او دوی څنګه ستونزې په کاري سیمه کې د کوم ستونزو سره لاس او گریوان دي. به عنوان خبرنگار که در این کارگاه آموزشی اشتراک نموده بودند، از برگزاری همچو برنامه ها ابراز خرسندی می کنند. با وجود مشکلات و چالش های صدر راه خبرنگاران زن در این ولایت، با آن هم آنان سرگرم اطلاع رسانی هستند. برگشتیم، بازم صبحتان بخیر. مهمان دارم آقای آرش احمدی، مربی فن بیان و رهبریت هستن. امروز موضوعی که ما انتخاب کردیم در رابطه با مهارت خلق کردن انگیزه است که چگونه با انگیزه باشیم. صبحتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. سلام بر شما و تمام بنده های عزیز، خوشحال هستم در برنامه‌تون حضور دارم. شما سلامت باشین، تشکر از اینکه تشریف آوردین. آقای احمدی، در آغاز می‌خوایم یک تعریف کوتاهی داشته باشیم از انگیزه. سوال خیلی عالی، هر چیزی را که آدم باید بحث کنه به نظر من نیاز از سوال بشناسمش که چی است و چطور میتونه آدم کمک کنه. انگیزه هر چیزی که در درون آدم خلق میشه در ذهن آدم و آدم وادار میسازه به تحرک میشه انگیزه باشه. اما ما سه مؤلفه را پیشنهاد میکنم که بفهمیم آیا انگیزه داریم یا انگیزه را مفهومش بتونه رها کنه. که شدت است، یعنی انسانی که در کار خود شدت داره، انرژی داره، قدرت داره، یادم یک مؤلفه از انگیزه را داره. آدمی که جهتدار کار میکنه، مشخص از هدفش که به کدام مسیر میره، یعنی انگیزه مشخص داره. و آدمی که دوامدار کار میکنه، استقامت داره، یعنی آدم با انگیزه است. یعنی اگر شدت کار نداشته باشیم، اگر دوامدار کار نکنیم، اگر بک مسیر مشخص کار نکنیم، هر کاری که باشه بدون انگیزه است. اما یک چیز میخوام اینجا به دوستا واضح بسازم که حتی آدمایی که میان ادام میکنن که آدمای بی انگیزه هستن، انگیزه دارن. مثلا ما کسی را داریم که اومده گفتن که استاد من دوست دارم خودکشی کنم. ما خیلی بی انگیزه شدیم، در حالی که امی آدم انگیزیش بر خودکشی است. یعنی از لحاظ رفتاری یک انگیزه بر خودکشی کردن داره. درست است که انگیزه بد یا مثبت یا منفی وجود داره، اما در کل انگیزه دارن. اما ما چی مفهوم میگیریم از انگیزه خیلی فرق داره. بسیار خوب، و میشه در رابطه با این بگوین که چگونه یک شخص میتواند کوشش کنه، تلاش کنه که شخص با انگیزه باشد؟ هیچ کسی نمیتونه ما را با انگیزه بسازه به جز از اینکه خودمون وقت بگذاریم و مسئولیت پذیر شویم. جالبی است، خیلی از آدم‌ها میان به دنبال از اینکه بتونن پر انرژی صحبت کنن، با انگیزه باشن، از آدم‌های دیگه انگیزه بگیرن، خلاصه گذاشتن خودشون درگیر آدم‌های دیگه، یعنی وابسته به دیگر هستن. ما داریم کسی را که اونقدر عاشق و درگیر اطرافیان خود است، میگن تا که طرف نباشه من انگیزه ندارم. مطمئنا در جامعه دیدیم آدمایی به این قسم. اما آدمی که متکی به خود است و مو سلف لاو یا عشق خودی را تجربه کرده و خود خیلی دوست داره و میفهمه که انگیزی واقعی در درون خودش است، نیاز به آدمای اطراف خود نداره و یک عالم تلاش میکنه، مطمئنا هر حرکتش با انگیزه است. ویژگی های مختلف هم میتونیم داشته باشیم در یک آدمی که نشان به انگیزیش است. قدرت داره در حرف زدن. اگر ما بیایم اینجا صحبت کنم که مثلا سلام بر شما، خوب هستین، خیلی سلو سلو پخش، یا درباره انگیزه خیلی آیسته صحبت کنم، دوستان میفهمن که خودم یادم انگیزه نداره. وقتی من میایم با انرژی صحبت میکنم، زبان بدن دارم، به طرف شما نگاه میکنم، به طرف کمره میبینم، نشون میده که ما آدم انگیزشی هستیم، یعنی قدرت بیان ما کمک میکنه.
روابط و رفتار ما نشان دهنده انگیزه یا عدم انگیزی ماست. یعنی شما در جامعه آیا با قدرت حرف میزنین، آیا با قدرت رابطتان شکل میگیره یا بی‌اعتناستین؟ آدم ها زود میتونن برای شما مالکیت داشته باشن یا حاکمیت داشته باشن؟ خب شخصی هست که بی انگیزه هست، اما چهار اطرافشان دوستا و رفیقایی که دارن چقدر رول داره در زندگی شخص که ایره باید با انگیزه بسازند؟ و واقعا چون ما زیاد دیدیم جوانای ما خیلی ناامید هستن، خیلی بی انگیزه هستن، مثل که بیشتر خود شما یادآور شدین که میگه من خودکشی میکنم. میشه در رابطه بایی بگوین روابط چقدر میتونه یک شخص با انگیزه بسازه؟ دوستای ما خیلی کمک کننده است. دوستای خوب اگر انتخاب کنیم مطمئنا ما رو به سمت سوی موفقیت میبره. اون جمله همیشگی که میگن شما با 5 نفر خوب اگر شما رابطه داشته باشین، نفر ششم شما میباشین. اگر با 5 تا دوست رابطتون بیشتر باشه، نفر ششم شما دوست هستین. و می دلیل باید دوستای ما خوب انتخاب شوه. من شخصا دوست دارم که آدمای با انگیزه، آدمای مثبت زندگی ما زیادتر باشه که ما اونا را دیده انگیزه بگیریم. برعکس ما در جامعه زندگی میکنیم که اکثریت روابط ما انگیزه اصلا نداره، از طرف اصلا انرژی نمیگیریم، معمولا سرکوب شدیم. مثلا میایم به دوست خود میگیم که قرار است من فلان کار انجام بدم، کار جدید آغاز کنم، بر ما میگن که والا این جوانسان است، یا میگن تو دختر هستی نمیتونی، یا تو هنوز سنت خورده است، یا والا نمیفهم چیرت بر از این کار ساخته نشده، یا قد قوارش بر تو ساخته نشده خلاص. این جوان خراب میکنن در حالی که یک گل انرژی و انگیزه داره. و آدمایی که در چهار اطراف ما وجود داره مطمئنا بیشترین تاثیر بالای احساسات ما داره. وقت ما نتونیم که حرفای انگیزشی، حرفای پر از انرژی مثبت از دوستای خود بگیریم، پس چطور ذهن خود باورمند بسازیم که ما میتونیم فلان کار انجام بدیم یا نتیم؟ پس خوب است که دوستای ما را دقیق انتخاب کنیم و آدمای پر از انرژی و انگیزه باشن. نقش دوستا را بیان کردین، گفتین که چگونه انتخاب کنیم، چگونه دوستا باشن. میایم سر نقش فامیل، که فامیل چقدر رول داره که یک شخص دخترشان یا پسرشان با انگیزه باشه، با اهداف باشند، و همچنان اعتماد به نفس چقدر میتونه ما را کمک کنه از اینکه ما یک شخص با انگیزه باشیم؟ فامیل من حیث اولین نهاده که اونجا آدم ها رشد میکنن، مطمئنا بیشترین تاثیر بالای انگیزه یک فرد داره. برعکس در خانواده افغان ها ما انگیزه ما کشته میشه، یعنی ما چیزی رو به نام انگیزه نمیشناسیم. ما اگر کسی رو به نام انگیزه بشناسیم مطمئنا نام فرد بوده. نه انگیزه درونی که ما باید داشته باشیم. معمولا ما را تخریب کردن، معمولا بر ما لقب دادن، معمولا بر ما لیبل زدن، برچسب دادن که تو قدت کوتاه است، نمیفهم قدت بلند است یا میایت زرد است، یا نمیفهم چیرت خیلی سفید است، یا چیرت نمیفهم گندمی زغالی است، فلان است، بسمدان است. یعنی سل کنین وقت ما در اوایل عمر خود که باید عزت نفس داشته باشیم و خود دوست داشته باشیم و قبول کنیم و بزرگ شویم، اونجا میان ما را میکشن، از داخل میکشن. یعنی آیا میشه که در جوانی با مون انرژی و قدرت حرف بزنیم، راه بریم، تصمیم بگیریم، اقدام کنیم؟ مطمئنا که نه. اما خانواده هایی را که ما برشان تبریکی میتونم که فرزندشان است، دخترشان است، اگر پسرشان است، تشویقشان میکنه، حمایتشان میکنه، سپورتشان میکنه که برای تحصیلشان، برای درسشان، برای کارشان، برای هر چیزی که باشه، مطمئنا یادما وقت بزرگ میشن، قدرت تصمیم گیری دارن، عملگرا میباشن، در روابط زود شکست نمیخورن، اوقدر انرژی و محبت از خانواده گرفتن که روز 5 بار عاشق نمیشن، روابطشان درست است. یعنی مطمئنا خانواده نقش خیلی خوب داره، هم در بود مثبت هم منفیش. بسیار خوب، میایم روی راهایی که کدام راههایی است ما پیش بگیریم به خاطر افزایش انگیزه ما و خاطر انرژی مثبت داشته باشیم. مطالعه کنیم. کتابای انگیزشی در مارکت کابل و دنیا خیلی زیاد است. ما آدمایی را که در دنیا آمدن در یک بخش موفق شدن، از کمپانی‌های بزرگ تا آدمایی که اختراعات جدید داشتن و آمدن چیز نوشته کردن، مطمئناً ما را کمک کرده میتونن. داستانه انگیزشی که میان از زندگی خود قسم میکنن، آدمایی را ما در همین دنیا داشتیم که امروز میلیاردرای خود ساخته هستن، در حالی که خیلیشون مکتب نیمه تمام خلاص کردن یا حتی تحصیلات دانشگاهی نداشتن، در روابط، در ازدواج طلاق نتیجهشون منتج به طلاق شده، یا خیلی وقتا دوستایشان تشویقشان نکرده، سرکوبشان کرده، اما نتیجه گرفتن. این داستانا رو وقتی ما و شما میخونیم، منیس یک انسان فکر میکنیم خب که من همی گوشه دارم، همی قد و قواره رو دارم، من دمی فضا روی زمین بزرگ میشم، قرار است بزرگ شوم، پس من هم میتونم تو کار انجام بدم. فیلم و مستند باید بیشتر ببینیم. معمولا
ما دوست داریم سریال های عاشقی و سریال هایی که ما را سردرگم کنن، معمولا روزمره ما را زیادتر دوست داریم ببینیم، در حالی که من پیشنهاد میکنم به دوستا که یک عالم سریال های خوبه در دنیا وجود داره که میشه در رسانه ها تعقیب کنن یا برن دانلود کنن بخرن بر طریق که خیلی کمک کننده است. من هم میخوام تبلیغ کنم سریال را، به او خاطر نام نمیگیرم. مسئله بعدی که خیلی کمک میکنه امو مسئله دوستا بود که من هم میخوام بحث تکرار کنم و خانواده در این حال قرار گرفتن در فضای مثبت در سمینار انگلیسی شروع کنن دوستا. قرنطینه خلاص مرا میتونن پیدا کنن. من یکم سمینار در دو سه سال آخر برگزار کردم. سال قبلی 5000 نفر من سمینار انگلیسی دادم که اکثریتش جوان بودن. چقدر موفق بوده این سمینار که شما برگزار کردید؟ خیلی کمک کننده بوده. دوستایی که این لینک اگر امروزشون شریک بسازم از برنامه را باز میتونن کامنت بتن چقدر تاثیرگذار بوده برشون که دولت های کاپیسا، پروان، کابل ما هزاران لبخند، هزاران جوان دیدیم که آمدن انرژی نداشتن، انگیزه نداشتن و کمکشان کردیم با بودن در یک فضای مثبت و پر انرژی که انگیزه بگیرن. مطمئنا فضاها تاثیر داره. در جاهای برین که شما را رشد میدن، در جاهای برین که شما را رشد میدن، کارگاه ها، صنف ها، اکادمی هایی که آدم های انگیزشن و شما را میتونن بیشتر کمک کنن، این نکات را که گفتم بیشتر کمک بسیار خوب. آرش یک شخص است خیلی با انگیزه هست، کسی است که هدف داره و به خاطر پیشرفت و موفقیت هست خیلی تلاش و پشت و کار همچنان داره. یک بار شکست میخوره از یک ناحیه و انگیزهش ضعیف میشه، پس چی باید کنه او انگیزه را دوباره بسازه، دوباره قوی بسازه او انگیزه؟ سوالی که روز قبلی که از دوستا در فیسبوک ما از من پرسید عین همین سوال بود که استاد ما خیلی وقتا تلاش میکنیم اما در وسط کار گاهی وقت بی انگیزه میشیم یا شکست میخوریم، دل ما رو میزنه. ای به این میمونه که یک آدم بگه که والا استاد من یک بار حمام میکنم دیگه نمیخوام طول سال دیگه حمام کنم. هر آدمی که میخواد انگیزه داشته باشه نمیشه که یک روز یک کتاب بخونه دیگه دو سال دیگه خواب کنه و بگه ما آدم پر انرژی شدیم. باید دوامدار مطالعه کنیم، دوامدار کار کنیم، دوامدار در سمینارها شرکت کنیم، دوامدار برای خود وقت بگذاریم. یک چیز یاد ما باشه که معمولا شکست ها یا استقامت نکردن ها در کارهای ما به دلیل از این است که کارهای ما تکراری میشه. خیلی از آدم ها با خیلی شور و شوق علاقه زیاد شروع میکنن به کار، وقتی یک مدت کوتاه از کارشان میگذره دیده میشه که خسته شدن به دلیل از اینکه کارشان به حالت روزمرگی و تکراری تبدیل شده. حتی روابط، شما روابط میبینید که طرف یک عالم با عشق علاقه ازدواج میکنه و یک سال بعد از ازدواج دلش زده شده. یعنی او روابطی که قبلا داشتن نداره، یا دو رفیقی که تازه آشنا میشن یک سال دوامدار دوستی دارن اما یک سال بعد دوستیشون نمیمونه. بدل از این که کار ما وقت تکرار میشه، رفتارهای ما تکرار میشه، دل زده میشیم ما. کار خوب چیه از این قسمت؟ در وسط کار که ما خسته میشیم نوآوری و خلاقیت بد داشته باشیم. یعنی نیاز نیست که همیشه وقت چیزی را که نوشته میکنیم یا چیزی را که در ذهن داریم عین هم قسمی کار انجام بدیم برای خواسته های ما. اما جمله همیشگی که در خیلی از برنامه ما گفتیم هدف ما هدف باید باشه، هیچ تغییرش باید ندیم. من میخوام این یک کاره شوم اما پلان ها و تصمیم هایی که داریم باید تبدیل شه و تغییر کنه. یعنی نمیشه که من یک برنامه‌ریزی یک ساله کنم که سال بعدی میخوام به این جایگاه برسم و کلا وقت بگذارم به تک تک نکاتی که من نوشته کردیم. شاید در وسط راه من به این نتیجه برسم کمی مسیرم اشتباه باشه. دو گزینه دارم، یکی به عقب برگردم رها کنم 6 ماه کارم، یا از این وسط یک برنامه‌ریزی جدید با خلاقیت و نواری انجام بدم و ادامه بدم. هر وقت خسته شدین عبادت کنین، وقت بگذارین به صنف‌های انگیزشی، کتاب‌های انگیزشی و به این باور برسین کالی زمانش رسیده که شما پلانتون رو باید تغییر بدین و از یک مسیر دیگر اقدام کنین نتیجه میت. خب ما در حالت فعلا به سر میبریم که ویروس کرونا همه جهان تهدید میکنه. فعلا افغانستان هم کشوری است که با ویروس دست و پنجه نرم میکنه و در حال مبارزه کردن است و خیلی ها از نگاهی روحی صدمه دیدن. پس چی نظر، چی پیشنهاد داری به او اشخاص که روحیشان خیلی ضعیف شده و میخواین دوباره ایستاده شن؟ کرونا برای کلگی آمده، یعنی یک چیز همگانی است. نمیشه که آدم خیلی دلگیر شوه و زمین دا آسمان بزنه که ای خدا، یعنی کل غم و غصه باید بالای ما بیه. یعنی جمله فعلا کس نمیتونه بگه. دقیقاً این جمله را خیلی ها در صفحات اجتماعی دیدیم و خیلی از دوستای خودم هم همچنان است که همیشه میگن ای خدا، خیلی شکایت ها دارن که تنها سر ما سر چی، در حالی که سر تنها سر از اون سر همه ملت فعلا جریان داره می مشکل، در حالی که همون مشکلاتی که خیلی از آدما فکر میکنن فقط برای خودشان از این قسم نیست. معمولا آدما جنبه های مثبت زندگیشون رو بر مردم میگن. من اینجا نمیم از زندگی خود شکایت نمیکنم،
معمولا آدم های قسمی کار نمیکنن یا نمیان از زندگی شکایت نمیکنن معمولا. خیلی وقتا در جایی که نیازمندشان باشن. در شرایط ویروسی کرونا که فکر کنین همگی استرس داره و اضطراب داره، من از ویروس کرونا کرده از ویروس استرس و ترس بیشتر میترسم. مبادا ذهن ما قدر اضطرابی شد و قدر پر از استرس شد که بعد از کرونا ما آدم های روانی در جامعه داشته باشیم. کرونا خیلی آره نکشت یا نمیکشه، مطمئنا آدم هایی را داریم که جدی گرفتن و اقدام کردن برای از اینکه سادگی کنن، اما مبادا که ترس که در وجودشان انسال شده با ویروس کرونا خرابشان کنه و بالاخره منتج به افسردگی و روانی شدنشان شود. راهی حلی است که در روزهای قرنطینه با خانوادهشان باشن، لذت ببرن از این فضایی که وجود دارن داره. ما یادم است خیلی از دوستان میگفتن ای کاش یک رخصتی یک ماه داشته باشیم. این رخصتی 3-4 ماه آمد استفاده کنین دیگه، بر رشد فردی وقت بگذارین، خلاف دانشگاه و مکتب مسائل را بخونین که در زندگی کاربرد داره، مثل بیان، سخنرانی، رهبریت، شخصیت کاریزما بودن یا راههای پولسازی یا هر چیز دیگه باشه. صنفای آنلاین میتونن بگیرن. من دوستم رهبریت دارم که رهبریت هست، دو صنف آنلاین دارم که یکش رهبریت است و دیگه‌اش فن بیان است. همین قسم آدمایی هستن که در دنیا صنفای آنلاین برگزار میکنن، میتونن استفاده کنن، صفحات شمایی رو ببینن، این قسم برنامه رو ببینن. همین خودش یک درس کلان است. بسیار خوب، سپاس آرش از اینکه تشریف آوردی. در آخرم اگر پیام داشته باشی به دوستای ما که انگیزه دارن و میخواین اون را تو برابر بسازن. قربانتان، خوشحال شدم از برنامه خیلی خوبتون. شما افتخار هستین، سلامت باشین. من کدام کمره صحبت کنم؟ من روبری. تا زمانی که مسئولیتتون خودتون نگیرین هیچ کسی نمیتونه کمکتون کنه. یا شما موفق میشین یا آدمای دیگه. در مسیر دوان دوان زندگی آنقدر با سرعت بدوین در این حالی که به چهار طرفتون نگاه میکنین. تا نتیجه نگرفتین ساده نشین. دوستان دارم. بسیار خوب. سلامت باشید. تشکر از اینکه تشریف آوردید. قربانتون. سلامت. دوستای عزیز، شما هم اگر دوست دارین مثل آرش مهمان برنامه ما باشین و یک روز ما میزبانی خیلی خوبه از شما در برنامه صبح زن داشته باشیم، صفحه فیسبوک تلویزیون زن در خدمت شما، از شما میتونین پیام بگذارین، شما هم تماستون بفرستین، ما از فرصت استفاده کرده برتون تماس میگیریم و یک روز میزبانی خیلی خوبه ازتون می داشته باشیم. یک میان برنامه میگیریم، دوباره برمیگردیم، مهمان دار هستیم.